اجازه بدید که یک صحبت خودمانی داشته باشیم در باب مطالب خیلی خیلی پیش پا افتاده و روزمره در این حال بسیار مهم، بسیار مهم. ما مردم در حال جنگ هستیم. ما مردم کشور نداریم، هموطنان. یک کشوری داریم متعلق به اجداد ماست. هر یک از ما که در نظر بگیریم با شناسنامه ایرانی، صدها تن استخوان‌های اجداد ما در اونجا به خاک است. اما ما امروز کشور نداریم. یعنی به مرزی که پامونه از مرز ایران بیرون می‌ذاریم حس راحتی می‌کنیم. به مرزی که از مرز ایران بیرون آمدیم حس می‌کنیم یه قانونی پشتیبان ماست. شب راحت می‌خوابیم. حالا در هتل هست، منزل دوستان هست، منزل اقوام هست، راحت می‌خوابیم. اون لباسی که می‌خوایم می‌پوشیم. اون حرفی که می‌خوایم بزنیم، می‌زنیم. و در کشور خود امکانات رو نداریم. در واقع ما کشور نداریم. در حال جنگ هستیم. مرد جنگی اولین چیزی رو که میشناسه، سرباز اولین چیزی که باید بشناسد دشمنه. شما نگاه کنید به سخنرانی های جنرال ها، وقتی که مأموریت پیدا میکنن یک لشکری رو رهبری بکنن، جنرال میاد اول دشمن رو معرفی میکنه که سرباز بداند دشمن کیست. اون عبارات مشهور از کنم جنرال پتن زمانی که فرمانده ارتش سوم شد به خاطر داریم، آمد گفت ناتسیز آر دی انمیز، نازی ها دشمن ما هستند. بنابراین سرباز اونجا دانست که دارد به جنگ نازی ها می رود. ما اول دشمن رو بایستی شناسایی کنیم. دشمن ما استبداد هست. امروز آخوندها استبداد رو نمایندگی می کنند. ما استبداد آخوندی داریم. بنابراین آخوندها دشمن ما هستند. این رژیم پربرکت جمهوری اسلامی دشمن مردم ایران هست. سفارایی شده است امروز. مردم یک سو، دشمنان از سوی دیگر. یکی دست بسته برهنه تنا، یکی راز پولاد فیراهن. خب پس ما در حال جنگ هستیم. هیچ موقع دیدید که در سنگر سربازانی که دارن با دشمن جنگ یقه همه رو بگیرن؟ امکان ندارم چیزی. سربازا به هم کمک میکنن، یکی زخمی شد او رو بغل میکنن، از میدان جنگ از خطر دور میکنن، دلداریش میدن. اگر که نیروی روحیش ضعیف هست سعی میکنن سربازانی او رو دلداری بدن بدونی که بشناسنش. پس اول شناخت دشمن. دومین مطلبی که سرباز در میدان جنگ باید بدونه این است که عرض کنم چه کسانی دشمن دشمن هستن. در جنگی اینجوری رخ نمیشه، دشمن دشمن من دوست من است، که حالا بایستی گفت not necessarily، اما معمولا اینجوری است. ما با دشمنان اون دشمن مراوده برقرار میکنیم به خاطری که به هدف برسیم. هدف پیروزی است. هدف از پای در آوردن دشمن هست. در این مورد به خصوص که عرض کردم، هدف ساقط کردن این جمهوری پربرکت اسلامی است در کلیتش و در تمامیتش. این نیست که حالا این چهار تا آخوند برن اون چهار تا آخوند بیاد، آخوند خندان، آخوند گریان، آخوند گردن کلوف، آخوند خوب، تفسیر خوب از دین، تفسیر بد از دین، شیعه نمیدونم چی، یعنی این برداشت فقهی این چنین از سنگسار، برداشت این گونه از وضعیت زن، اینها نه، اینها در دماغ رو دوا نمیکنه. این داستان دین با حکومت مخلوط نمی شود. این دین بایستی کنار برود هموطن. در این هیچ شکی نکن. دین در مسجد، جای آخوند و ملا در مسجد است. جای آخوند در وزارت امور خارجه نیست. جاش در ارتش نیست. جای آخوند در اداره مهندسی نمیدونم ارتش نیست. جای آخوند در کلانتری و شهرداری و اینها نیست. آخوند جاش در مسجد است. کارش هم از قبر به اون طرف هست. یک مقداری سنن هم هستن به لحاظ فرهنگی تاریخی. اینا مردم احترام میذارن، آخوندها این کارها رو انجام میدن. یکی بخواد نمیدونم عروسی بکند، یکی بخواد نمیدونم جشن بگیره، یکی فاتحه بخواند، اینها کارشون اینه. معمولا از قبر به اون طرفه. کار این دنیا دست اینا نیست. اینها باید تشریف ببرن. یعنی شما این قریب به 200 کشور جهان رو نگاه کنید ببینید حکومت دینی ما نداریم در جایی. حتی این عربستان سعودی که اینها حافظان و سیانت کنندگان حرمین شریفین هستند و اینجا تولد اسلام در اونجا بوده و از دوستان مدینه از اونجا آمدن و اینها، نگاه کنید ببینید که همین شاههای عربستان بر حسب دین اینا حکومت نمی کنند، بر حسب اولویت های سیاسیشان حکومت می کنند.
اما استفاده کردن اینها، این خانواده که مستبد هستن، استفاده کردن از این داستان قرآن که ما اصلا قانون اساسی هم لازم نداریم اینها. اما اولویتشون سیاسی، شما سوار این هواپیما بشوید مربوط به عربستان، جاهای دیگر، منطقه خلیج فارس و اینها، ببینید که داستان دین مطرح نیست، هرگز هم نبوده. بنابراین این حکومت دشمن ماست، دشمن ایران هست، دشمن در واقع تاریخ این سرزمین هست، این باید تشریف ببرد، هیچ چاره‌ای هم از این نیست. بنابراین ما که در میدان جنگ هستیم باید چی کار بکنیم؟ دیدم جنگ پرچم در گرفته. کسی که وطن نداره پرچمش از کجاست؟ اول بایستی کشور رو داشت، بگیم دارای سرزمین هستیم، دارای قانون هستیم، دارای قانون اساسی هستیم، این قانون اساسی معلوم میکنه علامت ما چه باشد. قیاسا بفهمه دو تا سرباز در سنگر سر پرچم دعواشون شده، دشمن هم داره پیشروی میکنه. اینها قضایای روزمره است، فهمش خیلی مشکل نیست. این فرنگی ها میگن common sense، اهل فلسفه میگویند، میگفتن قضایای فطرت القیاس، یعنی از فطرت انسان، از فطرتش قیاس میگیره، به طور طبیعی معلوم میکند که شما در میدان جنگ این امور جزئی پیش پا افتاده رو بر نمی کشید و از این زمینه ایجاد نفاق و دشمنی و اینها بکنید.